چونی باشی که بالاخره یه چیزمو جلو داره دیگه، عشقم میونه سری بزاد درش. بعد داشتم میگفتم خب آیا عزیز شما دوست دارید که قیمت کاراتونو ببرید بالا یا اینکه دوست دارید به ببخشید بچه زنگ نزنید لطفا وقتی من در حال خونه مثلا 10 تا جاری دارم، 10 تا جاری هم هر کدومش 5 6 تا بچه دارم و به خاطر همین دیدم که واقعا اقتصاد خرابه و مردم چقدر دارم با زحمت بودن میرن، ارزون ترش کردم، قیمتا رو آوردم پایین. قیمتا ارزون کرد ولی به جاری دفعه اینو بده بخورم، برای چه آجیر میدی میخورم به این گرونی آجیر؟ آخه چون میدونی چی، چون من عروس آخرم، همه از من انتظار دارم. مثلا من الان چیزم جاری اولم عروس داماد داره، ولی خب چون من کوچیکم طفل هستم آخرین بچه عروس هستم میان خونه من اول. بعد جاری های دیگه هم با افتخار کونی هستن؟ نه فقط من جندم. کونی شده جنده شده من نفهم آری انجام، بالاخره من چیکار کنم؟ بالاخره فاز کونی رو بگیرم یا فاز جنده رو بگیرم؟ فاز چی رو بگیرم آقا من این وقت بعد؟ و نه منظور که فقط من تو بین جاریان کونی هم. آها اونا کونی نیستن، یعنی اونا کون ندارن، اصلا کون ندارن، کون دارن 40 و 50 و 30 هستن، اصلا این چیزا وجود نداشه. چون من خب مثلا دهه 90 هم آخری بودم به خاطر این کونی شدم، اگر نه اونا همه سالمن. درسته. الان چی واقعا چه تو بچه ها خوبه؟ بله جان کوچیکم هم اینجاست. آره میگه چجوری بچه هایی که سوال کرد چجوری شوهر شما رو گرفته دخترها رو نمیگیرن شما رو میگیرن؟ خب چون من کونم، خب میدونی همه مردا عاشق از دوست دارن کون بکنم و چون من کون خوبی دارم منو گرفت و با من ازدواج کرد. و یکی از این که مثلا من چیزم و به خاطر که این کونم و من رحمم تو کونمه، به خاطر مردا بیشتر از این چی میخوان؟ آره. بعد آریان جان یه سوال دیگه شده چه حالا مثلا تو وسط کون دادنتون با افتخار کونی بودنتون کون دادنتون یه دفعه بیرینی رو چیز سر کله من رو چه؟ فقط شب چیز بود، شب عروسی بود. خب ما چیز محصنشون داداش محصن ما رو، چون من مثلا برسون چون پدر مادر من سنتی هستم و مادر شوهرم هم سنتی بود، از ما دستمال قرمز میخواستن، یعنی اینکه شب عروسی وقتی که میخواست شوهرم پردمو بزنه دستمال قرمز میخواست. بعد به خاطر همین شب عروسی شو شب اون مادر شوهر پدرکوستت نگفتی که خب من یه بار دیگه شوهر کردم پرده و چوب پرده با هم اومده پایین، دنبال چی میگردی؟ دنبال خونه کونه یارو میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ آخه چون فقط شوهرم میدونست که من یه بار ازدواج کردم، مادر شوهرم نمیدونست. آها مادر شوهرم نمیدونست. بعد چیکار کردی؟ خودتو بریدی به جای خون تحویل اینا دادی؟ بعد من به شوهرم نایب گفتم که آره من یه بار به نایب به من گفتش که مثلا آریان مثلا من خانوادم خیلی سنتیان، شب عروسی از ما دستمال قرمز میخوان و تو پرده نداری چیکار کنیم اینا؟ گفتم حالا یه کاری میکنیم اینا، نگران نباش. من شب عروسی شد و ما رفتیم، مادر شوهر و جاریان همه پشت در وایساده بودن که مثلا شوهرم دستمال قرمز نشون بده اینا. بعد شوهرم که کرد تو کونم، بعد اونجا چون من پرده نداشتم ولی چون حامله بودم از شوهر قبلی حامله بودم، کیسه رحم پاره میشه، بعد همون هم بچه‌م اونجا به دنیا میاد، هم توی همون خون بچه میریزن روی دستمال میدن به مادر شوهرم نجیلا، بعد همونجا قبول میکنم. بعد فرداش که نجیلای خارکسته که دلم پارش خاصه نمیدونسته که خب این بچه به دنیا اومده، نمیدونه بچه صده او او کجا داره میاد. بچه من چقدر کسخل بوده مادر شوهر نجیلا چی من بچه‌م که به دنیا اومد لال بابا کلالا این همه به دنیا نیومده، آخر یه کلالا رو به دنیا آوردی میخواد کنی کلالا؟ خب نه منظور میگم وقتی که خداوند یک بندش دوستش بشه باش یاری میکنه. من شبی که بچم دنیا من لال به خاطر صدا نداشت، سایلنت. متوجه نشد اون کیسه آب که آب ازش میاد خون به جاش اومده، تحویل مادر شوهر نجیلای پسکش دادی. خب بعدش چند تا شوهر کردی در کل عشقم هست چون؟ من الان 18 سالمه، 16 ساله کون میدم، 5 تا ازدواج ناموفق داشتم. خب شما الان 18 سالته، یعنی شما از 2 سالگی شروع کردی به کون دادن؟
من از زمانی که اولین باری که خون دادم تو بیمارستان بود که دکترم منو کرد، مثلا چون من وقتی به دنیا اومدم از تو خون به دنیا اومدم، یعنی چی؟ یعنی اول خونم اومد بعد سرم اومد بیرون، بعد من از تو خونم نفس میکشیدم، دیدی که وقتی که بچه‌ام بود چون به دنیا اومدی که اینجوری شدی دیگه، اشمن مگر با یه افتخار با کونی نمیشدی که اون منو چرا میگفتی دستت همه جا قاچی میکردی؟ همینه دیگه عشق دارم، من میگم یه جای کار مشکل داره. بله با چون اومدی به دنیا؟ آره من چون به دنیا اومدم و من زایمانم سه روز طول کشید از عشقم. درسته. خب اونجا به من میتونستی زنگ بزنی من بیام کمکت کنم؟ نه چی دکتر که نیومد کمکت، دادا به من گفتی من میومدم اونجا یه چیزو تحویل میگرفتم. آره عزم شما ما نبودی دیگه، اون 18 سال پیش شما نبودی و من دکترم آقای جعفری بودش که وقتی که من از تو کون به دنیا میام، یعنی خب معمولا همه زایمان طبیعی اول سر بچه میاد بعد بقیه بدنش میاد، ولی من کونم اومده بود سرم جا مونده بود، بعد اینا میگفتن که به دکتره میگفتش که بچه تو میمیره، بعد همجوری دیگه مثلا سه روز ما تو اتاق عمل بودیم و به خاطر اینکه مثلا من سری تر بیام بیرون، دکتره به جایی که انگوششو بکنه کیرشو میکرد تو کونم، حس شد که من کونی میشم. خیلی هم تمیز دوست دارید باشید، دوست داشتید خب برید که لایو شب بیاید، الان این لایو کلن فانه و دوست داریم بگیم بخنیم، دوست دارید باشید. بله دوست عزیز آریان جان داشتم میگفتم رفیق، بعد اینکه خب شما نمیتونستید همون موقع یارو منوچرشو کرد اونجا که تو سلاکون شما برینی تو رو منوچر که این کارو نکنه که بشی کنین، یکی نوشته شیسته بگه حرفاش اتنه من بعد از اینی که این کارو کردش، بعد که من وقتی که به دنیا اومدم 10 روزم کامل شد و مادرم اسمم انتخاب کرد باقر و اینا، بعد من رفتم بیمارستان که دنبال آقا جعفری بگردم که ازش تشکر کنم، چون خب من کون شده بودم الان هرچی دارم بهترین زندگی رو دارم، ببین به خاطر کم بودم. بعدی که با یک جعبه و گل شیرینی رفتم بیمارستان امام حاجی توی پنجراه روبروی پارک وحدت که از دکتره چیز کنم، گفتن که دکتره چیز شده، سکته کرده و مرده و این هیچ وقت نتونستم ازش تشکر کنم. بله 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 پس اینطور خیلی هم عالی، خیلی هم تمیز، خیلی هم خوب. حالا حاضر من 3 شوهر داریم که 3 تایمون با هم زندگی میکنیم، یه زنم دارم، 4 ما الان 4 تا خانواده مشترک توی یه آپارتمان 50 متری هستیم، یعنی 3 شوهرام با یه زنم با 6 تا بچه داریم، یعنی از شوهر اولم که چون چیز بود عقیم بود حامله نشدم ولی دلم خوب نگهش داشتم، دومی 2 تا دارم، سومی 1 دونه دارم، از زنم هم 2 تا بچه دارم. بح 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 بچه شبه تو 50 متری همه رو هم دیگه میخوابید دیگه، فرقی نمی کنه اون بچه از اون زن اون مرد 50 متری، این همه آدم چیکار میکنه توی یه خونه 50 متری؟ خب ما چون خب همه با هم محرمیم دیگه، بچه هم تو اتاق خواب میخوابن، یه اتاق داریم 6 تا تخت گذاشتیم برای بچه هامون، چون میدونیم ما پدر مادر رو همیشه دلسوز فرزندانمون هستیم. ایلام یکی نوشه میای به من فقط الان دارم به این دارم پیام میدن از سرویس، میگم بچه تو ماشین شاش کرده، تو دیده باشه صحبت کن. باشه باشه این اصلا ایران نیستش، آریان نوشه کلن ایران نیست. باشه داشت مست عزیزی دورتون بگردم، مرسی امیر جان. آریان فان نیست، آریان کونی. خب من که گفتم کونیه با یه افتخار، من الان گفتم گفته من کونیم با یه با افتخار، من یه کونیم. بعد دیگه چیه میپرسید؟ اگه دوست داری برو بخورش، دوست نداری دیگه بخوری نکنید که چرت و پرت ننویسید. یکی دوست داره کونی باشه، یکی دوست داره نه مثلا خونه تیمی زده، یکی دوست داره هر کی هر چی دوست داره زندگی میکنه. شما بار خودتون رو صفر نگه دارید، بین زنی در کنه خودتون رو صفر نگه دارید. خب همه اینا نمیان لایو بگن. خب داشت محسا نوشته میه آبچی من رو بکنی؟ آره عزیزم میام آبچی تون میکنم، اسمتم نمیدونم چیه دوست.